دوستان خیلی خوش اومدین به پارت دوم. همینطور که میدونه امروز قراره بریم عروسی توی ترکیه برای اولین بار و من قراره که ساقدوش عروس باشم. خب اول از همه میخوام که ویدیو ما لایک کنین و اگه منو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنین، چون خیلی خوشحال میشم و بهم انرژی میدین. از اونجایی که من آرایش کردن بلد نیستم و کلا بلد نیستم آرایش کنم، اصلا نمیدونم چی رو باید برای کجا استفاده کنم، در حدی میدونم که یه رژگونه بزنم یه رژ لب، تصمیم گرفتم که از توی پینترست یه عکس انتخاب کنم و سعی کنم از روی اون یه آرایشی انجام بدم. امیدوارم که خوب بشه، چون که وقتم ندارم، کلا یه رو وقت دارم و باید خیلی سریع آماده بشم. اگه میبینین که صدای ویدیو قطع شده و الان دوباره دارم روش صدا گذاری میکنم، به خاطر اینه که تو ویدیو قبلی هم گفتم میکروفون درست کار نکرده بود و صدامو ضبط نکرده و بابت این ازتون معذرت میخوام. ولی من سعی کردم همه این چیزایی که گفته بودم رو دوباره براتون بازگو کنم. امیدوارم که ویدیومو دوست داشته باشین. خب بریم آرایشو انجام بدیم و حالا قرار شد که رژ لبمو اینجا نزنم و بذارم تو سالن انجام بدم، چون که قرار زودتر بریم و چون من ساقدوشم باید یه تمرینی داشته باشیم. پس من دیگه آمادم، بزن بریم. خب ما رسیدیم اینجا سالن عروسیه، الان 2 ساعت قبل از اینه که عروسی شروع بشه و همطور که میبینیم کلا پذیرایی همینایی که رومیز هست، نوشابه، آب و یه سری شیرینی های کوچولو موچولو. البته امروز عروسی نیستش و فقط یه سری یه چیزی مثل حنا بندون طوره. و اینکه جالبه بدونین عروس از این عروس های با حجابه، یعنی کلا عروس با حجاب است و فقط خانوما هستن. اینجا هم ویوه موقع غروب آفتابه و خیلی خوشگله، گفتم شما هم ببینین اینجا رو. اینم از من تو لباسای ساقدوشی، به نظرتون چطور شدم؟ به میاد یا نه؟ قراره که با این پرایی که میبینین تو دستمه، همین باد بزن پرپریایی که دستمه، قراره با اونا یه اجرا داشته باشیم و بعد از اونم بدون اینا اجرا داریم. و الان هنوز عروسی شروع نشده، به خاطر همین گفتم که یه دور منو با این لباسا ببینین و بعد از اون دیگه من صحبت نکنم و بریم که از عروسی لذت ببریم. Thank you.
شبه و میخوام آراجام پاک کنم، بعد از اونم برم بخوابم. گفتم که بیام با هم دیگه در مورد عروسی صحبتی بکنیم. اول اینکه عروسی مذهبی بود ولی هیچ آقای اونجا نبود و خانوماشون روسریاشون رو در نیاوردن و حتی لباساشون رو عوض نکردن و این خیلی برام جالب بود، با اینکه هیچ آقای نبود، فقط یه قسمت خیلی کوتاه داماد میاد داخل، یه رقص با عروس داره و حنا میذارن تو دست عروس و با پارچه میبندن. فقط اونجا بود که داماد اومد داخل ولی هیچ کس حجابش رو بر نداشت در کل تایم عروسی. دوم اینکه هیچ پذیرایی خاصی نداشتن، یه سری شیرینی های خیلی کوچولو خشکی داشتن و یه خورده نخود و کشمش و از اینجور چیزا مثل آجیل تور داشتن و نوشابه و آب پذیرایشون فقط این بود و یه سری هدیه هایی که بیسکویت بود و حنا به مهمونا دادن. بعد از اون قسمتی بود که همه اومدن تو اتاقی که ما بودیم، شروع کردن لباساشون رو عوض کردن و رفتن بیرون که رقص قاشق رو انجام بدن و خیلی جالب بود که حتی عروس هم اومد لباس به اون سنگینی و گندهی رو عوض کرد و دوباره رفت که با این قاشق ها برن برقصن و این قسمت هم خیلی برام جالب بود. مرسی که تا اینجا ویدیو می دیدین. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین، لایک کنین، اگه سابسکرایب هم ندارین سابسکرایب کنین، اگه هر نظری هم دارین تو کامنت ها برام بنویسین. دوستتون دارم، فعلا خدافظ.